پیش از برنامه گفتگو کردم با اولیویا گیتا مدیر مؤسسه مطالعات امنیتی گلوبال استرات و نظر او را درباره این اظهارات رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی پرسیدم. به نظرم این موضوع مدتی است که مطرح بوده. سعودی ها به صراحت به جامعه بین المللی گفتند که یکی از دلایل نگرانی آنها از توافق هسته‌ای با ایران این است که چون این چیزی مقدمه‌ای برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. عربستان رابطه خیلی نزدیکی با پاکستان دارد و فکر می‌کنم پاکستان فناوری هسته‌ای را در اختیار عربستان قرار بدهد، چون مسئله اصلی خاورمیانه در حال حاضر مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای است. عربستان، امارات و مصر که آن هم بازیگر مهمی در منطقه است، به سرعت به طرف سلاح‌های هسته‌ای خواهند رفت. آنها به صراحت گفتند که نمی‌توانند شاهد برهم خوردن موازنه قدرت با ایران در خاورمیانه باشند. بنابراین دولت آمریکا از این موضوع با خبر بوده. بین آمریکا و متحدان سنی‌اش در منطقه تشنج زیادی به وجود آمده. این تنش از دو سال پیش به وجود آمد، از وقتی که در حومه دمشق از سلاح شیمیایی استفاده شد و همچنین بعد از آنکه ایران مذاکرات را از سر گرفت. از آن وقت به بعد تنش در روابط آمریکا و متحدان سنی‌اش در منطقه خلیج فارس بیشتر شده. آیا این موضع عربستان سعودی میتونه به نوعی نشان از یک اتحاد نانوشته باشه بین مثلا عربستان سعودی، اسرائیل و همینطور تعدادی از جمهوری خواهان در آمریکا، و برای اینکه این توافق بین ایران و کشورهای پنج به علاوه یک سر نگیره؟ این را می توان به عربستان و مصر و امارات تعمیم داد. آنها فکر می کنند ایران سیاست درستی ندارد و معتقدند که هر توافقی فقط یک تکه کاغذ خواهد بود و واقعیت ها را تغییر نخواهد داد. بله، متحدان تغییر کردند، عمدتاً به دلیل روابط خالی از اعتماد. شاهد تغییرات ژئوپلیتیک بوده ایم که در آن اسرائیل و عربستان و امارات در این موضوع در یک جبهه قرار گرفتند. اگه برگردیم به موضع عربستان سعودی، آیا فکر میکنید که آنچه که الان داره اتفاق میفته و تلاشهایی که داره صورت میگیره این گفتگوها رو دچار مشکل بکنه و رسیدن به توافق رو سخت‌تر؟ اگر دو سه سال پیش بود، بله، ولی باید در نظر بگیرید که روابط آمریکا و عربستان بر سر سیاست‌های ژئوپلیتیک آمریکا سرد شده، چون وابستگی آمریکا به نفت عربستان کمتر شده به دلیل گسترش صنعت نفت شیل در آمریکا. عربستان در حال حاضر در اقتصاد آمریکا نفوذ خیلی کمتری دارد. اگر اولویت دیپلماسی آمریکا در یک سال و نیم گذشته رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران بوده باشد، به نظرم عربستان نمی‌تواند برای جلوگیری از دستیابی به چنین توافقی اعمال نفوذ کند. برای همین است که عربستان حالا می‌گوید سیاست دولت باراک اوباما بسیار از کشورهای منطقه را ناراضی کرده. گفتگویی بود با اولیویه گیتا، مدیر مؤسسه مطالعات امنیتی گلوبال استرات.